أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين، وصحبه المنتجبين زمن عرض السلام وعدب خدمة همه حزار محترم، وعرض التبرك بمناسبة أيام بلودة آخرين سفير الله، حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و سلام و تبریک هفته وحدت موضوعی را که میخواهم در مورد آن لحظاتی در خدمت شما بزرگواران باشم درباره سیره سیاسی و اجتماعی پیامبر گرامی اسلام می باشد. یکی از مسائلی که در عرصه مسائل سیاسی بسیار برجسته و چالشی هست بحث جدایی دین از سیاست هست که از سوی سکولارها و اندشمندان غربی و به خصوص طرفدارانشان در دنیای اسلام بسیار مطرح می شود. حالا میخواهیم بررسی بکنیم که در سیره سیاسی پیامبر اکرم آیا عملا دین از سیاست جدا بوده؟ آیا حضرت در عرصه سیاسی نقش آفرینی داشته است یا نه؟ آیا حکومت تشکیل داده یا نه؟ و در عرصه اجتماعی اون کارکردها و وظایف و اهدافی که یک نظام سیاسی و حکومت دارد آیا در سیریان حضرت مشاهده می شود یا نه بخوام یک تحلیلی نسبت به این موضوع داشته باشیم و پرسش‌هایی که در ابتدا مطرح شد میخوایم که یک مقدار باز بکنیم بالاخره اینا در سیریان حضرت قابل اثبات هست یا نه اما در مورد اصل جدایی دین از سیاست خدمت شما عرض شود که اگر ما بخوایم که از نظر مستندات قرآنی آیات و روایات را رو مورد بررسی قرار بدهیم مستندات ما زیادی داریم از جمله مسائلی در قرآن کریم مطرح شده که بدون وجود و حکومت امکان تحقق نداره مبارزه با استکبار و ظالمین بحث زکات بحث صلح بحث برقراری امنیت بحث برقراری عدالت اجتماعی و غیره اینها همه مسائلی هستند که زهده تک تک افراد مسلمان بر نیازمند وجود یک حکومت مقتدر هست تا بتواند در این راستا گام بردارد و کارکردهای خاص خود را شروع داشته باشد اما فراتر از اینها سیره عملی آن حضرت را وقتی بررسی میکنیم ببینیم عملا زمانی که حضرت به مدینه منوره مهاجرت میکند اولین کاری که انجام میدهد تأسیس حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلام هست خب نظام سیاسی اسلام وقتی گفته می یک سیستمی هست که بر اساس اون باید امور جامعه ساماندهی و مدیریت شود و قانونی وجود داشته باشد که بر اساس آن قانون هم مسائل جامعه را فتح شود و ساماندهی صورت بگیرد در گام نخست ایشان میاد حکومت تشکیل میده و خودش در رأس قدرت هست در رأس حکومت هست اما خودش حاکم هست که در مسائل مختلف جنگ و صلح صورت میگیره ایشان تصمیم گیری میکند و همچنین در عرصه که صحابه و خود مسلمانان را هم بتوانند شرکت بدهد بحث شورا را ما داریم که در خیلی از مسائل خصوصا در جنگ احزاب و خندق اونجا مسلمان را می مسلمانان را همراهش مشوره میکند یعنی اینجا زمینه برای ادامه حکومت اسلامی بعد از خودش را هم فراهم میکنه که مسلمانان میتوانند بعد از آن حضرت هم با تکیه بر مشوره جمعی و خیرت جمعی در امور خود تصمیم بگیرند و مسائل سیاسی و اجتماعی خود را ساماندهی بکنند خب در این عرصه خب مسائل خیلی زیاد است ما نمونه ها را اگر بخویم عرض بکنیم در این مدت کوتاه نمی گنجد جنگ هایی که در زمان حضرت صورت گرفت بر علیه دشمنانش چه بر علیه یهودی ها که ملل دیگری بودند و طایفه و قوم دیگری و همچنین بر علیه امپراتوری روم و ایران خب ایران نمونه های بارزی هستند که یک حکومت می چنین کارهایی را انجام دهد و در عرصه حکومت داری درونی هم در درون جامعه اسلامی هم ببینیم که آن حضرت میاد مسائلی که مربوط به حکومت هست بحث قضاوت در امور مختلف خب قضاوت را بر عهده دارد در امور نظامی خودش مسئولیت ساماندهی امور نظامی را بر عهده دارد در امور قانون گذاری که یک از ضرورت های اجتماعی برای ساماندهی امور اجتماعی هست تدوین قانون هست خب از نظر دیدگاه اندیشمندان اسلامی و مسلمانان قانون اساسی اصلی اسلام قرآن کریم هست که اصول و کلیات و مبانی یک نظامی که میتواند بر اساس اون شکل بگیرد و جامعه اسلامی امور ساماندهی پیدا بکند قرآن کریم هست اما در عرصه عملیم حضرت وقتی که در اولین سال حجرتش به مدینه منوره میبینیم در اونجا میاد منشور مدینه را تدوین میکند منشور مدینه در واقع اولین قانون اساسی است که در دنیا به وجود آمده و اولین قانونی اساسی است که می مسائل مختلف درونی جامعه اسلامی را ساماندهی میکند رابطه حکومت با مردم رابطه مردم با مردم و همچنین رابطه مسلمانان با توایف دیگر جوامع دیگر مثل یهودی ها مسیحیان نجران و مشرکینی که در خود مدینه حضور داشتند اینها میرسانه که حضرت در عرصه اجتماعی آمدن به خاطر نیاز اون ضرورتی که احساس میشود. و کلی اندشمندان جهان و فیلسوفان اون را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می دانند تاسیس حکومت اسلامی است که حضرت از اونجایی که در رأس افرادی قرار داره که هم حلقه و بین خدای متعال به عنوان حاکم حسلی هست و خودش هم حکومت را در اختیار دارد اقدام به تأسیس حکومت اسلامی میکند و این میتواند یک دلیل واضح و روشن برای وجود حکومت در نظام اسلام هست و در دین اسلام و در اون بحثی که مطرح کردی بحث قانون هم به همین نحو هم است و از طرف دیگر در ساماندهی امور اجتماعی یک از مباعثی که در اسلام مطرح است بحث عدالت هست بالعدل قامت سماوات و الارض داریم کان حضرت بفرماید عدالت پایه و اساس زندگی اجتماعی تمام جوامع هست و کلی اندیشمندان و فیلسوفانی را که مورد مطالعه قرار میدیم نظریات آنها را مسئله عدالت یک از مسائل اساسی هست که همواره روی آن بحث کردن افلاتون به فردی فرد که در دوران یونان باسان اندیشه های مطرح تا هنوز هم در دانشگاه های معتبر دنیا روی آن بحث می شود بحثی عدالت رو وقتی مطرح میکند و در بحث نظامی که از نظریشان چه نظامی نظامی مطلوب هست میگه نظامی مطلوب هست که حکیم حاکم باشد و در اون برهی از تاریخ وقتی بررسی کردن گفتن چنین چیزی اصلا امکان نداره که یک فرد حکیم که با خداوند و اون منبعی اصلی علم و دالش و عدالت در ارتباط باشد و بیاید حکومت را در اختیار بگیرد اما در عمل وقتی که تاریخ اسلام را و سیره پیامبر گرام اسلام را بررسی و مطالعه میکنیم میبینیم می بینیم در زمان حضرت این نظریه محقق شده حضرت در رأس یک حکومت قرار می که خودش عقل کل، عالم و عادل و تمام فضائل و ارزش های انسانی اخلاقی و عقلی را دارا می باشد و در منصند قدرت قرار می گیرد و چنین فردی که هم از نظر سی... سیاسی جایگاه دارد و هم از نظر اجتماعی تاثیرگذاری گذاری و نفوز اجتماعی دارد که برک از ها نقدی که دارن میگه حکومت پیامبر به خاطر این مدت چون مردم را قبول داشتند جنبه دینی و وحیانی نداشته الزامی برای تاسیس حکومت نداشته اما در عمل میبینه که خب اون وحیانی بودنش فالحکم لله العلی الکبیر داریم این الحکم الا لله را داریم و لله ملک السماوات و الارض اینا واجه های سیاسی معادل حکومت هست که در قرآن کریم بیان شده امر حکم و ملک اینها معادل حکومت هست که در قرآن کریم آمده همه اینها میرساند از اونجای خدای متعال از نظر جنسیت سازگاری با بشر نداره چون جنس نیست بیاید عملا به اداره امور جوامع مختلف بپردازد پیامبر را به عنوان خلیفه خود معرفی میکند منصوب میکنه این جاعلون فی الارض خلیفه را داریم و حضرت به نیابت از خدای متعال اینجا به حکومت تشکیل میده قانونش قانونی از خدای متعال تشریح کرده لله اونجا گفتیم و الحکم لله العلی الكبیر داریم یعنی منشه حکم و مشروعیت که داشته اولا و به ذات اصال خدای متعال است اما در عرصه اجتماعی اگر مثال های دیگر را بخوایم که در عرصه حکومت داریم به عنوان سیره آن حضرت نام ببریم اما گفته شد بحث عدالت اجتماعی را میشه در زوای مختلف و بحث بکنیم. در زمانی که آن حضرت به پیامبر مبعوث شد یک جامعه طبقاتی دارای انحرافات زیاد هم در عرصه عمل و هم فکر بود اما حضرت می عدالت را در چنین جامعه به وجود میاره و کلیه تفاوت را از بین میبره و بر مدار عدالت حکومت را تشکیل میدهد و چنین حکومت می تواند در شرایط فعلی هم جامعه اسلامی داشته باشند در صورتی که بتوانند و اعتقاد باور داشته باشند که بله اسلام هم حکومت داره اسلام دین جاویدان هست دین کامل هست و در هر عرصه هم حرفی برای گفتن نظری برای پرداختن و ارائه کردن دارد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دیر خیستر که در کفار و یا دستیسه و چه سیکولارزم چې اسلامي د سیاست څخه جداب وله او سره دغه چې خپل قران اعظم شان د یو سیاسي او, او قانوني کتاب د پروردهګار دی هم سیاست ته او هم قانون او د رسول صلى الله عليه وسلم هغه سیرت او صورت چې کلمه مطالعه کړه د مدینه منورې ژوند چې خپل مسجد نبوي دارالحکمت او دارالقضاوت جوړ کړي وو په داخل د محراب او منبر کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حیثیته عالم وو او کله چې د غزوات او میدان ته لاړ بیا په شکل یو قهرمان بنیدای جنگیده نو کفارو ته دا معلومه شوه نن د نړۍ کفار هم په دې باندې اعتراف کړي چې پیغمبر یوازې پیغمبر نه بلکې یو سیاسي یو سیاست مدار د دنیا هم تیر شوی دی په ځړپورې الله دې منګه ستاسې نړی او مسلمانان په د پیغمبر او سوی حسنه باندې خبر کی چې پیغمبر علی صلاتو وسلم کم سیاست او کم شریعت مون تراوړای دی د غنزان اغاه کو او د خپل قران پیروي وکړي همزه صاد عزیز او گرامی مون جناب استاد ډاکټر عبد الله حسنی خېلی استفادہ کردیم در یک باځه زمانی بسیار کوتا موارد و نکات بسیار مهم او اساسی او محورې مطرح کردین هم از تکمله زیبای جناب مولوی صاحب مبارز استفاده کردیم